روشن نبودن مرزهای زوابط مصوبه، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیر بردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش هزینه های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی و تفویز تصویب برخی امور تقمینی به غیر از مجلس ایراداتی که شورای نگهبان به قانون هجاب و افاف که اف بین الملل آن را تجاوز نفرت انگیز به حقوق زنان و دختران ایرانی دانسته وارد کرده است. پیشتر رسانه های همسو با حکومت نیز به ابهامات گسترده در این لایحه اشاره کرده بودند. خبر آنلاین در گزارشی با انتقاد از این لایه نوشت عبارتهایی مانند برهنگی، بیهجابی، بدپوششی، اقلام مرتبط با هجاب، کالای فرهنگی، سبک زندگی اسلامی خانواده محور، فرهنگ افاف و حجاب و اقدامات سلبی و ایجابی مجریان قانون برای مجازات افراد که نسبت به این مفاهیم ارزش گذاری شده است فاقد معنای دقیق بوده و قابلیت تفسیر سلیقهای ای توسط مجریان را خواهد داشت. 29 مهر ماه هم مجمع تشخیص مسلحت نظام دو ماده از لایحه افاف و هجاب را مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داد. بلافاصله پس از انتشار لایحه حجاب و افاف با انتقادات گسترده در داخل و خارج از ایران مواجه شد آبرام پیلی معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران دهم مهرماه مهر ماه در واکنش به این لایحه گفت این قانون نشان دهنده عزم حکومت ایران برای سرکوب آزادی و حقوق زنان است او افزود ما از مقامات جمهوری اسلامی می خواهیم تا این قانون ظالمانه را لغو کنند و به حقوق زنان ایران احترام بگذارند. دیانا التهاوی معاون بخش خاور میانه و شمال آفریقای عفو اف بین الملل هم در واکنش به تصویب لایحه مزبور در مجلس شورای اسلامی گفت در صورت تایید شورای نگهبان این لایحه نظارت و دخالت خفه کننده بر بدن زنان را تشدید خواهد کرد و بازوهای سیاسی، امنیتی و اداری جمهوری اسلامی را ملزم به نظارت بسیار شدید بر تبعیت شهروندان ایرانی از قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان و دختران خواهد کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ده شهری ماه با صدور بیانیه ای نسبت به لایحه موسوم به افاف و هجاب به شدت ابراز نگرانی کردند و آن را آپارتاید جنسیتی در ایران خواندند. آریان ریسباف، صدای آمریکا.